جمعه یعنی امروز در اولین واکنش به این خبر مهدی شمس‌آبادی دادستان زاهدان به صورت کلی هم خبر بازداشت این جوان 19 ساله توسط ماموران سپاه پاسداران هم مرگ او در زندان زیر شکنجه رو تکذیب کرده و همچنین علت مرگ سپهر شیرانی رو خودکشی اعلام کرده که خب با توجه به تجربه موارد پیشین این نوع واکنش از سوی مقامات جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. در همین ارتباط البته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه خود در واکنش به این خبر خواستار شفافسازی دستگاه حکومتی در خصوص چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی شد. ایشون به صورت مشکوکی به قتل رسیده و در حال خیلی منتشر شده و بازتاب در درون کشور و بیرون داشته و چیزی است که مردم نگران کرده استند. از مسئولان درخواست مانه که مسئله را دقیق ریشه حلی بکنه و بررسی بکنه. به هر حال ریشه حلی بشه و واقعیت ها را گزارش. از چه واقعیت ما وقتی سری واقعیت بیاریم و صادقانه برخورد ما میشه مردم تسلی میشه، ولی اگر سرسری باشه و مردم جانبدارانه بدانن کسی خطای کرده در کشتن این جوان داشته داشته هر کسی اگر هست مجازات باید میشه. در گزارش‌های تکمیلی به نقل منابع خبری متمرکز بر وقایع سیستان و بلوچستان همچون حالوش آمده که پیکر سپهر شیرانی با پادرمیان معتمدین به شرط سکوت در مورد بازداشت و چگونگی نحوه مرگ او به خانواده‌اش تحویل داده شد. تصاویر منتشر شده که نشون میده ساعتی پیش پیکر این جوان 19 ساله در شهر زادگاهش یعنی فنوج با حضور بستگان و جمعی از مردم به خاک سپرده شد. به گفته منابع حالوش ماموران امنیتی در مراسم تشییع و خاک سپاری او حضور داشته. با این حال اما برخی از جوانان در این مراسم شعارهای اعتراضی سر دادند. در آخرین روایتی که از مرگ سپهر شیرانی جوان 19 ساله منتشر شده گفته شده که او سه‌شنبه 10 بهمن به قصد رفتن به دانشگاه از منظر خارج میشه اما به دانشگاه نرفت، یعنی به این تلفنش هم خاموش میشه. با پرسجویی که خانواده داشتن گفته میشه که بازداشت شده توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و علت بازداشتش رو هم فعالیت سپهر در فضای مجازی اعلام کردن. خب سابقه اش گویا وجود داشته و گفته میشه که ماموران امنیتی در خصوص فعالیت او در فضای مجازی و حضور در انتظامات مسجد مکی و حمایت از اعتراضات جمعه زاهدان چندین بار به او تذکر و هشدار داده بودند. تصاویری هم که دارید میبینید بخشی از استوری‌های او در شبکه اجتماعی اینستاگرام برسو. در نهایت بامداد روز چهارشنبه 11 بهمن پیکر بیجان سپهر شیرانی جوان 19 ساله در حالی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود در پشت بام منزل آپارتمانشون پیدا میشه. برسو نه مشخصه که کی آزاد شد، نه به خانه رفت، نه به خانواده اطلاعی داد، نه مشخصه که چطور به پشت بام میره و مرگی به گفته بسیاری مشکوک رخ میده. برخی معتقدند در روند جانباختن سپهر شیرانی با توجه به سابقه دستگاه‌های امنیتی نحوه مرگ او به نوعی سناریو سازی حکومتی بوده.